سلام با خبرهای این ساعت طلو و طلو نیوز خوش آمدید امروز دوشنبه 14 ماه سرطان سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شد با پنجم ماه جولای سال 2010 میلادی در این برنامه سیاوش زمینی و تمنا احمد زیرانی است با تازه ترین رویدادهای ورزشی و پیش بینی آب و هوای فردا در استودیو خبر با خود داریم در آغاز سرخط چند خبر از کشور انتقاد سناتور جان مکن از تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان وجدار کمیسیون رستگی به شکایت های انتخاباتی با انتخابات شورای ملی با افشای توافقات بار جمهور از سوی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان شجازکی هستم با مشروع خبرهای این سال سناتور جان مکن از تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به شدت انتقاد می کند و آن را یک اشتباه می داند. جان مکن می گوید که عقب نشین از افغانستان تعهدات واشنگتن را در افغانستان پرسش برانگیز خواهد ساخت و در تازه ترین سخنانش در کابل می که امریکا هنگام می تواند افغانستان را ترک کند که این کشور به اندازه کافی باثبات و دارای یک دولت نیرومند باشد جان مکین و لنزی گراهم هم سناتوران حزب جمهوری خواهی ایالات متحده امریکا که در حال حاضر در افغانستان هستند در گفتگوی با شبکه سی بی می که تصمیم خروج نیروهای امریکایی باید بر بنیاد واقعیت افغانستان باشد جان مکین که در حال حاضر عضو کمیته نظامی سنای امریکا نیز است تصمیم بارک اوباما را درباره آغاز خروج نیروهای امریکایی تا یک سال دیگر از افغانستان یک اشتباه میداند و میگوید که این کار طالبان و شبکه القاعده را جسورتر خواهد ساخت. اگر زمان آغاز خروج نیروها معین شود دشمن در انتظار خواهد ماند تا نیروهای نظامی کشور را ترک کنند. تعین ضرب برای آغاز خروج نیروها هم برای نیروهای متحدین و هم برای دشمنان خبر نابهنگام است. من اعتراض به جدول زمانی برای آغاز خروج سربازان ما از افغانستان ندارم. اما تنها زمانی که راهبرد امریکا در جنگ پیروز شود نه پیش از آن در همین حال سید طیب جواد سفیر افغانستان در امریکا نیز میگوید که تصمیم خروج نیروها باید بر اساس واقعیت های میدان جنگ باشد نه بر بنیاد زمان از پیش تعیین شده تعیین ضرب الاجل تصنعی مفکوره خوبی نیست هرگاه ضرب واقعی واقع بینانه نباشد دشمنان بیشتر جسور میگردند و در عوض برای دشمنان و افکنان باید پیام روشن داده شود که نیروهای ناتو در افغانستان تا انگام از بین بردن راسفکنان در کشور هستند. این گفته ها در حال ابراز می شوند که جنرال دیوید پتریوس فرمانده کل نیروهای خارجی دیروز رسما فرماندهی ای نیروهای 130 هزار نفری ناتو را در افغانستان به دست گرفت این جنرال چهار ستاره آمریکایی در مراسم بدست گرفتن فرماندهی نیروهای ناتو آمریکایی در افغانستان گفت که این نیروها باید برنده جنگ نو ساله در افغانستان باشند جنرال پتریوس به جدول زمانی آغاز خروج نیروهای امریکایی تاکید کرد ولی افزود خروج نیروها با در نظر داشت اوزا آغاز خواهد شد این سناتوران امریکایی که از کندهار نیز دیدن کردند. ساعت پیش در نشست خبری در کابل گفتند که تنها سی درصد مشکلات کندهار طالبان هستند در حالی که افتاد درصد مشکلات این ولایت حکومت ضعیف و فساد اداری است در این حال فرمانده ای تازه نیروی خارجی در افغانستان برای کاهش تلفات غیر تلاش خواهد کرد واشنگتن پست به نقل از دیوید پاستیوس می نگارد که وای تعهد کرده است تا تمامی تلاشش را برای دفاع از مردم افغانستان به برد واشنگتن پست به نقل از دیوید پیتریوس فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان مینگارد که ماموریتش در افغانستان این است تا این کشور یک بار دیگر به پناهگاهی امنی برای حراست افگنان مبدل نشود ما در گیری رقابت های خودخواهانه هستیم و هر افغانان تمامی تلاش هایشان را به خرج می‌دهند تا ایتمینان مردم را از بین ببرند. از سوی دیگر این روزنامه به نقل از دیوید پیتیوس می نگارد که پیتیوس طالبان را یک شبکه افراتی و مرتبط با سازمان القایده می داند و می گوید که برای نبود کردن این گروه ها تمامی تلاش هایش را انجام خواهد داد. این در حال است که دیوید پیتریوز زیروز فرماندهی کل نیروهای خارجی را در افغانستان در دست گرفت. در این حال سرات وجود دارند که دیوید پاتریوس در جنگ افغانستان شکست خواهد خورد. افتانمای آلمانی شپیگل با, با این مطلب می نگارد که اگرچه انتصاب دیوید پاتریوس به جای جنرال سال مکرستال ستایش های زیاد را برای براک اوباما به داشته است اما اوباما در برابر یک مشکل قرار دارد. در افتانما آمده است که پاتریوس در راه یک راه برد جنگی است و نیز می گوید که جنگ در افغانستان راه حل نیست. این هفته نامه آلمانی میگوید که افغانستان مانند عراق نیست و اصولا این دو کشور با هم متفاوت هستند از همین رو مشکلات آنان نیز فرق دارند این هفته نامه می نگارد که بیشتر سربازان خارجی در افغانستان از موقعیتی که در آن بسر میبرند شکایت دارند با این هم جک رید سناتور دموکرات ابراز امیدواری می کند که تمرکز فعالیت ها در افغانستان با آمدن پتریوس تغییر خواهد کرد در همین حال شماری از کارشناسان میگویند که چگونگی اوضاع در افغانستان مربوط دولت و مردم افغانستان است دولت افغانستان شرایط خود، اجتماع خود و مردم خود میتونه خوب درک بکنه و اونا را میشناسند و مطابق از او اگر عمل صورت بگیره امکان کامیابی هست و در غیر از او صورت مثل عملیت که امروز پیش برده میشه بدون از که دولت افغانستان در او دخیل باشه یا آگاهی داشته باشه خودسرانه پیش میره در هر جای به شکست مواجه هست و در آینده هم به شکست مواجه خواهد حتی همه یا و انگلیسا و غربیا ما میشنیم بیان که یک استراتژی صلح برای افغانستان به وجود بیاریم نه یک استراتژی <تصفح> جنگ اشپیگل می نویسد که رئیس جمهور امریکا با انتصاب دیوید پتریوس نشان داد که به هیچ صورت تصمیم برای تجدید نظر در راه برد خودش ندارد و گفته های وی روشن می سازند که این کار وی تنها تغییر شخص است و تغییر در راهبرد نیست.